صرخت خبرها. The eyes to the right, 322. The nose to the left, 306. نشست ویژه پارلمان بریتانیا بر سر برگزیت، نمایندگان رأی‌گیری درباره توافق نامه را به تأخیر انداختند. اعتراض کردهای سوریه به ترکیه به خاطر رعایت نکردن اصول آتش‌بس، میگویند به زخمی ها اجازه خروج از شهر رأس‌العین داده نشده. تأخیر در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. بعضی از سیاستمداران گفتند به تأخیر چند روزه اعتراض ندارند، چون دقت و شفافیت برایشان مهمتر است. سومین روز تجمعات اعتراضی در لبنان، دولت مهلت گذاشته. حسن نصرالله میگوید همه احزاب در ایجاد نارضایتی ها مسئولند. سلام و عصر بخیر. پارلمان بریتانیا بار دیگر امروز سرگرم بحث درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. بحث های امروز بر سر تازه ترین توافقی است که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، هفته گذشته در بروکسل با رهبران به آن دست یافت، با رهبران اروپا. این اولین بار طی 37 سال، یعنی از هنگام جنگ فاکلند است که پارلمان در روز تعطیل شنبه جلسه دارد. آنطور که شرایط فعلا حکم می کند، بریتانیا باید با توافق یا بدون توافق تا آخر ماه جاری میلادی، یعنی 12 روز دیگر، از اروپا خارج شود. در نخستین رأی‌گیری روز شنبه در پارلمان امروز، عملا پارلمان به تعویق چند روزه رأی‌گیری درباره توافق تازه رأی داد. بوریس جانسون اما گفته است حاضر نیست از اتحادیه اروپا خواهان تمدید مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه شود. همزمان با بحث‌ها در داخل پارلمان، صدها هزار نفر در لندن و بعضی از شهرهای دیگر در حمایت از همه‌پرسی دومی به خیابان‌ها آمدند که در آن ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هم مطرح شود. شاید یکی از بزرگترین تظاهرات در سال‌های اخیر در لندن. خبرنگارمان بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، بالاخره امروز به چه نتیجه این پارلمان رسید؟ بذار برگردیم اول داستان. آقای جانسون پریروز پنجشنبه تونست با سران اتحادیه اروپا سر یک توافقنامه جدید خروج به توافق برسه و با اون توافقنامه به لندن برگشته بود. و توی یک جلسه فوق‌العاده، همونطور که شما گفتی، 37 سال بود که مجلس بریتانیا شنبه جلسه نذاشته بود. توی یک توافقنامه جلسه یه بیانیه دو خطی ساده رو میخواست به رأی نماینده ها بذاره. اون بیانیه چی بود؟ بیانیه این بود که نمایندگان مجلس با توافقنامه جدید برگزیت موافقن. اما قبل از اینکه در مورد خود بیانیه رأی گیری بشه، یک اصلاحیه به رأی گذاشته شد. اون اصلاحیه چی بود؟ اون اصلاحیه این بود که میگفت نماینده های مجلس بریتانیا توافق رو بررسی کردن، اما تصمیم گیری در موردش رو موکول میکنن به وقتی که قوانین مربوط به این توافق به رأی گذاشته بشه. یعنی چی؟ دولت بریتانیا باید این توافقنامه خروج رو حالا تبدیل بکنه به یه لایحه، ورداره بیاره اینجا به پارلمان و توی پارلمان، تو مجلس عوام و بعدا مجلس اعیان درباره کلیاتش و جزئیاتش رأی گیری بشه تا اون توافقنامه تبدیل بشه به قانون و بریتانیا طبق اون توافقنامه بیاد بیرون. اتفاقی که افتاد این بود که این اصلاحیه رأی آورد و اصولاً کار به رأی‌گیری در مورد خود توافق نکشید. با اختلاف 16 رأی هم رأی آورد و یکی از گروه‌هایی که در رأی آوردنش تأثیر عمده‌ای داشتن حزب DUP بود. این حزب پروتستان‌های ایرلند شمالیه که طرفدار برگزیت، ولی با این توافق جدیدی که آقای جانسون از اتحادیه اروپا از بروکسل برداشته آورده، حتی بیشتر از توافق قبلی مخالفه. چرا؟ چون این توافق جدید باعث میشه بین ایرلند شمالی با بقیه بریتانیا، یعنی انگلستان، اسکاتلند و ولز، یک مرز به وجود بیاد.
بهرنگ، طرح اصلاحیه ظاهراً این به اصطلاح این انتظار رو ایجاد کرده بود در میان مخالفا، به خصوص حزب کارگر، که آقای بوریس جانسون باید تا امشب بر اساس این توافق نامه‌ای به اتحادیه اروپا بنویسه و خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا بشه فراتر از اون 12 روز. گوش میکنیم، گوشه‌ای داریم از صحبت‌های آقای بوریس جانسون بلافاصله بعد از این رأی‌گیری. این رو گوش کنیم، با هم بعد برمیگردیم. متاسفانه فرصت برای اینکه یک رأی معنادار داشته باشیم از دست رفته، چون رأی معنادار رو در واقع بی‌معنی کردند و از معنا توهی کردند. اما من مایوس نمیشم از این نتیجه و تزلزلی در اراده من نخواهد بود. از اول روشن بود، همونطور که همکاران منم اشاره کردن، که برخی از همکاران من رأی خودشون رو حفظ میکنن. اما من همچنان قویا معتقد هستم که بهترین چیز برای بریتانیا و برای همه اروپا اینه که ما از اتحادیه اروپا خارج بشیم با این توافق جدید در روز 31 اکتبر. و برای اینکه به سوال اپوزیسیون پیشاپیش جواب بدم، بذارید پاسخ بگم. من نخواهم مذاکره نخواهم کرد بر سر یک تعویق دیگر، و البته قانون هم من رو به چنین امری مجبور نمی‌کنه. از همه دوستانمون در اتحادیه اروپا گفتم و همینجا تکرار میکنم که در این چند 80 و چند روزی که من به عنوان نخست وزیر خدمت کردم، معتقدم و تکرار میکنم که تعویق بیشتر و تمدید بیشتر بد هست برای کشور ما و بد هست برای اروپا و بد هست برای دموکراسی. بنابراین هفته آینده دولت قانون لازم رو برای خروج از اتحادیه اروپا به پارلمان تقدیم خواهد کرد. در این حین من امیدوار هستم که همکاران ما در اتحادیه اروپا، اونطور که برخی از اعضای اپوزیسیون خواستار شدن، نظرشون رو عوض نکنن و ترغیب نشن که تمدید جدیدی در کار باشه. و من امیدوارم که هفته آینده وقتی که این قانون جدید رو تقدیم مجلس کردیم، همکاران ما و نمایندگان پارلمان تصمیم جدی بگیرن درباره این قانون و نظر خودشون رو عوض کنن. امیدوارم که نظرشون عوض بشه و حمایت کنند از این توافق با اکثریت قابل توجه. بهرنگ، آقای بوریس جانسون میگه که من نامه نخواهم نوشت. نگفت نامه نمی نویسه، گفت من با اتحادیه اروپا، خیلی حرفاشو دقیق انتخاب کرده بود، گفت من با اتحادیه اروپا برای تعویق برگزیت مذاکره نمی کنم. خب ببین، اتفاقی که افتاد این بود که یه ماه پیش نماینده های مجلس بریتانیا یک طرحی رو تصویب کردن که طبق اون اگر تا امروز توافقی در مجلس بریتانیا به تصویب نرسه، آقای جانسون ساعتش هم مشخص کردن، تا ساعت 11 شب امشب فرصت داره یه نامه‌ای که متن نامه رو هم نوشتن بفرسته به اتحادیه اروپا و درخواست کنه که برگزیت 3 ماه به تعویق بیفته. خیلی خوب، آقای جانسون دنبال اینی که این اتفاق نیفته، ولی قانوناً موظفه که اون نامه رو بنویسه. حالا ممکنه کنارش یه نامه دیگه ای بنویسه و تو اون نامه بگه که این نامه، اون نامه قبلی که من فرستادم، اون حرف من نیست، اون حرف نماینده‌های مجلس، من با به تعویق افتادن برگزیت مخالفم. یا اینکه حداقل بگه بابا صبر کنین، ما همین سه شنبه این توافق خروج رو به صورت یه لایحه به رأی می‌ذاریم، فعلا برگزیت رو به تعویق نندازین. و الان سوال اصلی اینه که آقای جانسون این کار رو میکنه، یعنی اون نامه‌ای رو که قانوناً باید بفرسته میفرسته تا امشب، یا میخواد قانون شکنی کنه؟ همین، بعضی از نمایندگان پارلمان بعد از این صحبت‌های آقای جانسون پا شدن صحبت از این کردن که اگر این کار رو نکنی باید در دادگاه توضیح بدی، تهدید به بردن او به دادگاه کردن. جرمی کوربین هم واکنشی داشت، با هم نگاه میکنیم. I welcome today's vote. It's an emphatic decision by this house. من از رأی امروز استقبال میکنم. یک تصمیم قاطع پارلمان که به روشنی رأی داد تا خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا متوقف شود. بهرنگ، حالا بالاخره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کی اتفاق خواهد افتاد، اگر اتفاق بیفته؟
این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم تاریخ خروج 31 اکتبر، ساعتش هم معلومه، ساعت 11 شب به وقت لندن نیمه شب در اروپا، دقیقاً 12 روز دیگه. ولی همونطور که گفتم آقای جانسون قانوناً موظف همین امشب نامه بنویسه و از اتحادیه اروپا درخواست تعویقش رو بکنه. اون درخواست رو فقط سران 27 کشور دیگه عضو اتحادیه اروپا اجازه دارن در موردش تصمیم بگیرن. میتونن 3 ماه قبول کنن، میتونن بگن نه 2 هفته، میتونن بگن نه 9 ماه، یا میتونن بگن نه اصلا ما مخالفیم. چیزی که آقای جانسون میخواد، آقای جانسون از اتحادیه اروپا میخواد که نامه، اگر نامه هم فرستاد، اون درخواست رو ندیده بگیره و اینجوری مجلس بریتانیا رو مجبور کنه که توی همین 12 روز تصمیم بگیره که آیا میخواد اجازه بده بریتانیا از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، حالا طبق این توافق یا نه. و این خواسته ای آقای جانسونه، ولی در نهایت دستش بسته است به خاطر اینکه تصمیم گیری در مورد یک تقاضای تعویق با سران بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و اونها هم بعید این چنین درخواستی رو رد کنن. همین دیروز که در بروکسل بودم، خانم مرکل صدر اعظم آلمان میگفت که به هر حال اگر بریتانیا یه همچین تقاضایی بکنه، در شرایط فعلی به نظر میاد که برگزیت به تعویق میفته. بهرنگ، خیلی ممنون از شما. بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان با ما صحبت میکرد. متشکرم. نیروهای کرد در شمال شرق سوریه ترکیه را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند. آنها میگویند نیروهای ترکیه به غیر نظامی ها اجازه خروج از منطقه را نمیدن. این نیروها خواستار ایجاد یک گذرگاه امن هستند تا مردم بتوانند از شهر رأس العین خارج شوند. ترکیه هم بیش از 12 بار کردها را به نقض آتش‌بس متهم کرده. ترکیه 2 روز پیش قبول کرد که به مدت 5 روز حملات خود را متوقف کند تا شبه نظامیان کرد بتوانند از نزدیک مرز عقب نشینی کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. تلتمر در شمال سوریه، انتقال زخمی ها و کشته های کرد به بیمارستان و بستگانی که پشت در آرام و قرار ندارند. قرار نبود امروز اینجا باشند. 2 روز پیش ترکیه قول داده بود به مدت 5 روز حملات خود را متوقف کند تا نیروهای کرد بتوانند از مرزها عقب نشینی کنند. اما کردها میگویند دیروز ارتش ترکیه به رغم توافق آتش بس به مناطق کردنشین حمله کرده. میگویند 13 شبه نظامی و 5 غیر نظامی در پی حمله های هوایی ترکیه کشته شدند. ادعای مشابهی هم از طرف وزارت دفاع ترکیه مطرح شده. در بیانیه وزارت دفاع آمده ترکیه به طور کامل به توافق پایبند بوده، اما با وجود این نیروهای کرد در 36 ساعت گذشته دست کم 14 حمله انجام دادند. 12 حمله از رأس العین، مرکز اصلی درگیری ها، 1 حمله از تل ابیض و 1 حمله از تل تمر. این تصاویر امروز صبح رأس العین است. دود سیاه دیده می شود، اما اوضاع به نظر آرام است. اوضاع در مناطق کردنشین دیگر کمی متشنج است. اینجا کوبا نیست. از دیروز نیروهای ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای کرد در مقابل حمله احتمالی ترکیه به اینجا آمدند. خطری که به شدت مردم این منطقه را نگران کرده. مردمی که مدت‌ها در مقابل داعش ایستادگی کردند. مردم اینجا به مدت 5 سال از شهرشون دفاع کردن. ما در کنارشون میمونیم. اونها موقعیت جغرافیایی منطقه رو میشناسن و به ما در مقابل ترکیه کمک میکنن. چون در نهایت همه ما سوری هستیم و از کشورمون دفاع میکنیم. نیروهای یپگ، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک، هم میگویند برای دفاع از کوبانی آماده اند. در صورت حمله به کوبانی برای دفاع از مرز با هم متحد میشیم. ما نمیخوایم جنگ رو شروع کنیم، ولی اگر حمله ای بشه از مرزامون دفاع میکنیم. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته این کشور میخواهد 12 پست بازرسی و دیدبانی در شمال شرقی سوریه ایجاد کند. آقای اردوغان گفته منطقه امن مورد نظر ترکیه فراتر از آن چیزی است که مقام های آمریکایی گفتند.
منطقه امن مورد نظر آقای اردوغان 400 کیلومتر طول و 32 کیلومتر عمق دارد. منطقه‌ای که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته سربازان آمریکایی در ایجاد آن مشارکت نخواهند کرد. بر اساس توافق آتش‌بس دو روز پیش، ترکیه گفته بود حملاتش را برای 5 روز متوقف می‌کند تا نیروهای کرد از مرزها عقب نشینی کنند. اگر شد که شد، اما اگر نشد، لحظه‌ای که 120 ساعت تموم بشه از جایی که توقف کردیم شروع می‌کنیم و به شکستن سرهای تروریست‌ها ادامه می‌دیم. ترکیه می‌گوید هدف اصلی حمله‌ها بیرون راندن گروه‌های به زعم این کشور تروریست و ایجاد یک منطقه امن برای اسکان حدود 2 میلیون جنگ‌زده سوری است. در صورت صحت گفته‌های ترکیه، این هدف طبق آمار سازمان صلیب سرخ جهانی تا کنون منجر به آوارگی بیش از 200,000 کرد سوریه‌ای و فرارشان به عراق شده. حملاتی که به نظر می‌رسد ادامه آن باعث بروز یک بحران انسانی دیگر در منطقه شود. مهدی بیگی، بی بی سی. خبرنگارمون مرداد فرهمند از مرز ترکیه با سوریه با ماست. مرداد، چه میگذر اونجا؟ اینجا در طول روز شهر نزدیک شهر در واقع من در استان اورفا هستیم، نزدیک شهر رأس العین، و آرام بوده همونطور که در گزارش هم شنیدیم. اما باز هم همونطور که در گزارش اومد به نظر میرسه که این حملات هوایی، یعنی اثری از حملات هوایی، انفجارهای ناشی از اون دیده یا شنیده نمیشه، اما بر روی زمین و یک درگیری‌های همچنان میان نیروهای تحت امر ترکیه، نیروهای سوری تحت امر ترکیه و نیروهای شبه نظامی کرد وجود داره که سر و صدایش گاهی تا این سوی مرز هم میاد. در این حال آقای اردوغان که یک ساعت پیش در شهر قیصریه سخنرانی کرد، تاکید بر این کرد که دوباره عملیات از سر گرفته خواهد شد اگر که این 5 روز تمام بشه و نیروهای شبه نظامی کرد عقب نشینی نکنند. منتها به نظر میرسه که تصمیم اصلی پس از آن گرفته خواهد شد که آقای اردوغان بره به مسکو که قراره که روز سه‌شنبه باشه، 3 روز دیگه، و در اونجا بر اساس توافق‌هایی که با روسیه صورت بگیره سرنوشت این که آیا این آتش‌بس تمدید خواهد شد یا اینکه دوباره ترکیه برخواهد گشت به این عملیات نظامی، در اونجا این سرنوشت مشخص خواهد شد. اونجا که هستی معمولا زخمی ها رو کردها میارن به داخل ترکیه برای مداوا در بیمارستان ها، مثل اینکه این راه قطع الان، یعنی اجازه نمیدن که کردها به این طرف مرز بیان برای حتی معالجه. هلال احمر ترکیه کامیون‌های و امکانات پزشکی برده به هر دو شهر تل ابیض و رأس العین که اونطور که هلال احمر ترکیه اعلام کرده در اونجا هم به زخمی‌ها رسیدگی می‌کنند و هم به اینکه به میان مردم آذوقه تقسیم می‌کنند. البته زخمی‌های اگر باشه از نیروهای تحت امر ترکیه است، نیروهای سوری، یا احتمالاً از افراد ارتش ترکیه که اونها رو طبیعتاً میارن به داخل ترکیه. از افراد غیر نظامی هیچ گزارش نشده که آیا زخمی بوده که بخوان به این سو بیارن. افراد غیر نظامی زخمی به در واقع به مناطق عمق بیشتر داخل خاک سوریه برده میشن توسط دست شبه نظامیان کرد و جاهایی مثل تل تمر. نکته ای که در چند روز گذشته مطرح شده به خصوص از 2 روز پیش درباره حمله شیمیایی بود که شبه نظامیان کرد ترکیه را متهم کردند که از سلاح شیمیایی در رأس العین استفاده کرده، و در مقابل وزیر دفاع ترکیه گفت اگر که چنین حمله‌ای باشه اونها انجام دادن، میخوان به گردن ما بیاندازند. تصویرهای و ویدیوهایی منتشر شد، به خصوص یک ویدیو از یک پسر بچه است که نشون دادن، گفتن که این رو بر اثر حمله شیمیایی اینطور شده. در واقع از جانب رسانه‌های نزدیک به شبه نظامیان کرد این تصاویر منتشر شده، همچنین عکس‌هایی از اونها. امروز رسانه‌های ترکیه اینها رو با کارشناسانی که آوردند بررسی کردند و دلایلی آوردند که
این تصاویر چه ویدیو از نوع ویدیویی چه تصاویر ثابت اینها ساختگی است، از جمله اینکه مثلا اون پسر بچه‌ای که داره گفته میشه که تحت اصابت مواد شیمیایی قرار گرفته هیچ نوع نشانه‌ای مثلا مشکل تنفسی نداره، یا اینکه پرستارهایی که دارن رسیدگی میکنند از شیوه رسیدگیشون مشخصه که با کسی که مجروح شیمیایی است سر و کار ندارن، حتی دستکش به دست ندارن، ماسک ندارن، یا نوع در واقع نوع مداوایی که دارن انجام میدن برای مجروحان شیمیایی نیست. مرداد خیلی ممنون از شما. مرداد فرهمند از مرز ترکیه و سوریه با ما بود. متشکرم. کمیسیون انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تأخیر اعلام خواهد شد. این کمیسیون پذیرفته که این تأخیر روی برنامه‌های بعدی و اعلام نتایج نهایی هم تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال شماری از گروه‌های انتخاباتی گفتند به تأخیر چند روزه در اعلام نتایج اعتراضی ندارند و میگویند شفافیت برایشان مهمتر از سرعت است. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. وقت کم و کار زیاد. کارمندان در دو نوبت صبح و شب مشغول کارند. کار باید تا حالا تمام می شد. اما کمیسیون انتخابات می گوید به دلیل مشکلات تکنیکی هنوز تمام آرا حساب نشده و نتایج ابتدایی با تأخیر اعلان خواهد شد. انتقال معلومات بایومتریکی از گاه های بایومتریک به سرور ما تقریبا 4 تا 5 روز از تقویم باز ماند و به خاطر تفتیش و بازشماری بعض از محلات و مراکز این پروسه و بعض موارد دیگه که ما بتوانیم آرای سفید از سیاه جدا بکنیم، تامین شفافیت بکنیم، ممکن از موارد احتمالی تأخیر احتمالی اعلام نتایج ابتدایی خواهد باشد. شماری از دسته های انتخاباتی مشکلی با تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی ندارند. دورنمایی این انتخابات از نگاه تیم ثبات و همگرایی تا فعلا مثبت است. این دسته انتخاباتی تأخیر اعلام شده را فرصتی برای بررسی دقیق آرا می‌داند. تأخیر بسیار طبیعی بود. البته پرابلم به وجود آمده طبیعی نبود. اما ما در این کدام تشویش نداریم. بیشتر ما انتظار جدا کردن رأی پاک از ناپاک و نتایج شفاف داریم و اگر چند روزی به تأخیر مفته ای برای ما مایی نگرانی نیست. تیم دولت ساز هم حرفش همین است. اما میگوید توقع میرفت که به دلیل اشتراک حدود 2 میلیون از میان 9 میلیون نتیجه حتی زودتر یا سر وقت اعلان میشد. باید نتایج اول به وقتشان اعلان میکرد و اینمی مشکلاتی که به میان آمد یا باید در وقتی که تقسیم اوقات برشان جور میشدن باید این مسائل کدشان در تقسیم اوقات جای میدادن. اما امید داریم که به تعویقی که میره در این روزا بیشتر به شفافیت کمیسیون توجه داشته باشه. گفته مسئولان کمیسیون انتخابات در چند روز آینده تا اعلام نتایج مقدماتی آرا تصفیه خواهد شد، کاری که بانک اطلاعاتی به شکل خودکار انجام می‌دهد. با وجود اینکه مسئولان این کمیسیون بارها تاکید کردند که تقویم انتخاباتی نقض نخواهد شد، اما امروز که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات اعلام بشه این کمیسیون از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی خبر داد، تأخیری که به احتمال زیاد روی اعلام نتایج نهایی هم تاثیرگذار خواهد بود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. محمد نعیم اصغری از مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا با ماست. آقای اصغری، شما که با تأخیر افتادن مشکلی ندارید؟ تأخیر اعلام نتایج. سلام خدمت شما و بیننده تلویزیون شما. واضح است که تأخیر در هر مرحله پروسه انتخابات ناشی از مدیریت ضعیف انتخابات است و خود فاکتور زمان یک فاکتور اساسی است در انتخابات. اینکه تأخیر در یک مرحله از پروسه انتخابات به وجود می آید واضح است که این تأخیرها بالای دیگر مراحل تاثیرات خود داره، یقینا تاثیرات منفی خود داره، اما به هر صورتش اگر این تأخیر اندک باشه که بتونه شفافیت کمیسیون شفافیت برای
در روند انتخابات برای جدا کردن آرای پاک و ناپاک، آرای بایومتریک و غیر بایومتریک ایر انجام بده، شاید اشکال زیادی وجود نداشته باشه، اما در هر صورت یک ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات می باشه. خب حالا اگر فرض کنیم که تا دو سه روز آینده این مشکلات هم حل بشه، شما وضع انتخابات رو این بار چطور دیدید؟ خب البته انتخابات، روز انتخابات با وجود چالش‌ها و جدی مشکلات جدی که از لحاظ امنیتی و همچنان از راه روانی بالای مردم و همچنان به دلیل از اینکه اعتماد بالای پروسه و بالای کمیسیون ها وجود نداشت، این که مردم مشترک کردن یک گام مثبت بود. اما بعد از روز انتخابات با وجود که پروسه در حضور داشت نهادهای ناظر و تکت‌های انتخاباتی نمایندهایشان انجام شد، در بسا موارد مشکلات خود داشت در جمع بندی نتایج، مثلا در قسمت ای که ابو اوراق نتایج که مشکلات داشت او توسط تیم منیجمنت کمیسیون تصمیم گرفته میشد که او به مرحله متاسفانه شفاف نبود که میتونه یک چالش به وجود بیاره. و بحث دومی که در روند انتقال معلومات های دستگاه های بایومتریک به خود ذخیره معلوماتی یا سرور، از او هم متاسفانه نهادهای ناظر بی‌طرف جامعه مدنی در اوجه حضور پیدا نکرده بودند، تنها نمایندهای تکت‌های انتخاباتی را در اوجه اجازه داده بودند، در حالی که مطابق به ماده 4 قانون اساسی مالکیت پروسه به مردم افغانستان تعلق داره و واضح است که نهادهای مدنی به نمایندگی از مردم افغانستان نظارت میکنند و مردم افغانستان حق و رسانه‌ها حق دارند که معلومات‌ها را از شیوه انتقال ای دستگاه ها به سرور بایومتریک معلومات دریافت میکردند، در حالی که کمیسیون فکر میکردند که تنها تکت های انتخاباتی مالک از این پروسه هستند، که خودش یک نگرانی جدی بوده که وقتاً فوقتاً با کمیسیون مایر در جریان ماندیم. و به مو خاطر است که ما در قسمت شفافیت از این پروسه و مخصوصاً شفافیت پروسه در قبال جدا کردن آرای پاک و ناپاک که یک پروسه بسیار دقیق و اساس است، این نگرانی خود داریم. اگر اینمی جدا کردن آرا در حضور داشت تمام نهادهای ناظر جامعه مدنی صورت نگیره، تنها تکت های انتخاباتی باشد، در اوجا باز هم یک نگرانی را مردم افغانستان که مالک اصلی از این پروسه است خواهد داشت. خیلی ممنون از شما. محمد نعیم اصغری اینجا از کابل با ما بود. متشکرم آقای اصغری. نارامی ها در بیروت پایتخت لبنان امروز هم برای سومین روز ادامه داشت. گروه های از تظاهرکنندگان که خواهان تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور هستند در مقابل مقر دولت اجتماع کردند. سعد حریری به اعضای ائتلاف دولت خود تا دوشنبه غروب فرصت داده تا از مجموعه اصلاحات پیشنهادی او حمایت کنند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در واکنش به این نارامی ها گفته تمامی احزاب سیاسی باید مسئولیت مشکلات اقتصادی را که به اعتراض های خیابانی منجر شده بپذیرند. نقول لتستمر هذه الحكومه ولكن ما میگوییم که این دولت باید بماند، اما با روحیه جدید، دستور کار جدیدی تعریف کند و از خشم و عصبانیت مردم که طی این دو روز در خیابان‌ها دیده درس بگیرد. طرح افزایش مالیات که دولت پیشنهاد کرده بود به اعتراض‌های خیابانی مردم دامن زد. دولت حالا این پیشنهادها را کنار گذاشته. تظاهرکنندگان همچنین به وجود فساد گسترده در میان مقام‌های حکومتی اعتراض دارند. سیامک محیط‌زاده از بخش شبکه‌های اجتماعی ما، بخش فارسی بی بی سی، اینجا در استودیو با ماست. سیامک، از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی چی میتونی به ما بگی؟ کسرو، طبق صحبت‌هایی که با بخش عربی بی بی سی داشتم و ویدیوهایی که منتشر شده بین کاربران عرب زبان به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، دو نکته خیلی به طور پررنگ بهش پرداخته میشه. یکی حضور گسترده زنان هست میونه مردم، یعنی میونه معترضان، و دوم
چهره‌های معروف لبنانی، به قول کاربران سلبریتی‌های لبنانی که تو خیابون کنار مردم قرار گرفتن. در مورد حضور گسترده زنان، مثلا یه ویدیو از حمله یه دختر جوان و برخورد درگیریش با پلیس به شدت دست به دست میشه و خیلی داغ شده داره میچرخه، که حتی طراحی گرافیکیش کمی بدتر از این یا قبل از این بود فکر کنم نشون دادیم، که طراحی گرافیکیش حتی به عنوان سمبل حضور زنان در کنار مردم در خیابان‌های بیروت داره منتشر میشه. یا مثلا مکالمه یک زن یا خانم سالمند هست که با کمک عصا راه میره به سمت نیروهای امنیتی لبنان میره و ازشون میخواد که از فساد همین چیزی که الان دارین میبینین، ازشون میخواد که از فساد سیاستمداران لبنانی حفاظت نه، ملحق شدن. اونا بخشی از مردم هستن که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستن. در مورد چهره‌های معروف لبنانی، تعداد زیادی از بازیگران، مثلا تو این ویدیوهایی که داشتیم دو تا از بازیگران معروف زن لبنانی کنار مردم هستن که یکیشون از بقیه چهره‌های معروف داره شکایت میکنه و گله میکنه چرا کنار مردم قرار نگرفتین و فریاد مردم رو در واقع به گوش سیاستمدارا نمیرسونین. اون یکی بازیگر داره اعلام میکنه از در واقع شکایت میکنه از فسادی که توی لبنان وجود داره و با عصبانیت میگه من آپارتمانم از دست دادم به خاطر اینکه قسطش رو نتونستم بدم برای تامین مسکن و مخارج زندگی و الان دچار مشکل هستم و همه اینا ریشه در فسادیه که در حکومت لبنان وجود داره. این ویدیو همینجوری داره دست به دست میشه و داره میچرخه و در واقع با انتشار این ویدیوها کاربران ایرانی هم بهش واکنش نشون دادن. مثلا حضور زنان لبنانی در خیابون‌ها رو یادآور اعتراضاتی که در سال‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده و زنان توش نقش پررنگی داشتن میدونن و البته تعدادی هم دارن به چهره‌های معروف ایرانی نقششون در جنبش سبز بله همچنین و بعد از اون حتی اعتراضات دی و دی 96 و بعد از اون و تعدادی هم به چهره‌های معروف ایرانی دارن انتقاد میکنن چرا مثل چهره‌های لبنانی توی خیابون کنار مردم قرار نگرفتن و فقط به واکنششون دادن توی شبکه‌های اجتماعی بسنده کردن. تا قبل از اینکه بمبیام ویدیوهای جدیدی هم اومد از خواستگاری در میان اعتراضات گرفته تا حتی برگزاری مراسم عروسی در میان اعتراضات هم ویدیوهایی داره منتشر میشه. سیامک خیلی ممنون. سیامک محیط‌زاده از بخش شبکه‌های اجتماعی بخش فارسی بی‌بی‌سی اینجا با ما در استودیو. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.